پیتر روسکام نماینده کنگره آمریکا خواستار لغو قرارداد بوئینگ با رژیم ایران شد. سناتور لینزی گراهام: اگر برجام تغییر اساسی نکند، خروج دونالد ترامپ کار درستی است. فشارهای ضد انسانی بر زندانیان زندان مرکزی ارومیه. با سلام، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. پیتر روسکام نماینده کنگره آمریکا خواستار لغو قرارداد کمپانی بوئینگ برای فروش ده‌ها هواپیمای مسافربری به رژیم ایران شد. وی به واشنگتن اگزامینر گفت: زمان آن رسیده است که کمپانی بوئینگ و ایرباس و تمامی کمپانی‌های غربی که در حال بررسی ورود به بازار ایران هستند، به شکل قاطع و اخلاقی عمل کرده و از فروش هواپیما به رژیم ایران که باعث افزایش هرج و مرج در این منطقه است دوری کنند. به افزود، رژیم ایران برای تقویت ماشین جنگی بشار اسد به استفاده از هواپیماهای غیر نظامی و تجارتی ادامه می‌دهد. سناتور لینزی گراهام از اعضای ارشد سنای آمریکا طی پیامی گفت: دونالد ترامپ در صورتی که برجام در اساس بهتر نشود، کارش در خروج از برجام درست است. امیدوارم امانوئل ماکرون بتواند جامعه بین‌المللی را متقاعد کند و تغییرات به شدت مورد نیاز در این توافق را محقق کند. به افزود: اما در مورد برجام بایستی بهتر شود، یا اینکه ما باید از آن بیرون بکشیم. توافق اتمی رژیم ایران در وضعیتی که هست تنها موجب یک رقابت تسلیحاتی اتمی در خاورمیانه می شود. صبح امروز سران دو کره شمالی و جنوبی در منطقه صفر مرزی حائل میان دو کشور با هم دیدار کردند. کیم جونگ اون به منظور مذاکره دو جانبه برای نخستین بار از زمان پایان درگیری ها در جنگ کره در سال 1953 وارد کره جنوبی شد. قرار است این دور مذاکرات به منظور آری شدن کره از سلاح اتمی و پایان رسمی جنگ دو کره 65 سال پس از آتش بس باشد. رئیس حکومت کره شمالی در سخنانی در آغاز اجلاس سران دو کره گفت: برای مذاکرات صریح و رسیدن به صلح آمده است. نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا موضعی قاطع در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم ایران اتخاذ کند. عبدالله المعلمی در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت درباره منطقه خاورمیانه گفت: رژیم ایران به حمایت خود از شبه نظامیان مسلح در یمن و سوریه ادامه می‌دهد. این رژیم به دخالت‌های آشکار خود در کشورهای عربی و گسترش و تأمین مالی تروریسم ادامه می‌دهد. رژیم ایران بزرگترین مدافع گروه تروریستی حزب الله است که لبنان را به کنترل خود درآورده و در سوریه نیز دست به اقدامات تروریستی می‌زند. سعید نوری که در زندان مرکزی ارومیه محبوس است، در اعتراض به شکنجه‌های وحشیانه دشخیمان خامنه‌ای دست به اعتصاب قضا زده است. وی که به سلول انفرادی منتقل شده است، از روز دوم اردیبهشت به نشانه اعتراض لب‌های خود را دوخته است. بنا به خبر دیگری، پرهام فیض‌الله بیگی، زندانی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی منتقل شده و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته، به نحوی که بینی او شکسته است. اخیراً زندانیان عادی در زندان مرکزی ارومیه تحت عناوین مختلف به طور سیستماتیک توسط دشخیمان زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی قرار می‌گیرند. مغازه‌داران بازار روز در دهدشت در استان کوکیلویه و بوی رحمت در اعتراض به افزایش عوارض از سوی شهرداری رژیم دست از کار کشیده و تجمع کردند. مغازه‌داران معترض پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: به علت افزایش بی سابقه 400% عوارضات شهرداری، بازارچه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.